سلام به همه موزیک بازای خفن، چطور میتورین؟ خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون، خانم مستر چک. این ویدیو و چند تا ویدیوی بعدیش به مناسبت تولد علی سارنا عزیزه که میخوایم ادامه ی آلبوم گوزن رو بریم و تموم کنیم آلبومو، و ازتون میخوام که حسابی حمایت بکنید، هم از ریاکشن، هم از لینکی که توی دیسکریپشن میذارم و هم توی کانال تلگرام. لینک سانکلاد آلبوم گوزن علی سارنا عزیز رو میذارم. خیلی از رسانه‌های هیپ هاپی این قول و قرار رو با خودشون گذاشتن که توی روز 27 فروردین 1400 که میشه تولد علی سارنا، بریم چند باره و چند باره استریم کنیم توی سانکلاد آلبوم گوزن رو و میزان بازدیدش رو هی ببریم بالاتر، هی ببریم بالاتر. الان خود آلبوم گوز، یعنی خود آهنگ گوز از آلبوم گوز که الان میخواییم ریاکشنش کنیم، 261,000 بار دیده شده و جا داره که این رقم واقعا میتونه تا 1,000,000 برسه، اولین رو بگم، ولی حداقل تا 500,000 تا برسه. هر آهنگ آلبوم گوز 500,000 بار استریم بشه. تا الان 261,000 بار استریم شده و این رکورد خیلی خوبیه اگر بتونیم این کار رو بکنیم، که هم یه حمایت معنوی کردیم به مناسبت تولدش و هم یه حمایت مالی کردیم با استریم کردن ماها توی این پلتفرم‌های موزیک. حالا فرق نمی‌کنه سانکلاد باشه یا اسپاتیفای، یه حمایت مالی خیلی خوبم از آرتیستمون میتونیم بکنیم، با اینکه برای ما رایگانن این رسانه‌ها، مخصوصا سانکلاد. بریم بشنویم آهنگ گوزن از علی سارنا. بیتشو خود علی سارنا و دهقان زدن. 5 دقیقه و 21 ثانیه، بعد از مدت زیادی میخوام علی سارنا گوش بدم. یکم دست و دلم میترسه، شایدم میلرزه، نمیدونم، ولی همونجوری که قرار از علی سارنا عزیز حمایت بکنیم، حالا من لینک سانکلادش رو هم توی دیسکریپشن میذارم بچه‌ها، هم توی کانال تلگرام. کانال تلگرام هم آیدیش اینجا هست، اگر اونجا راحت ترین میتونین از اونجا لینک رو بردارین و اینکه از ما هم حمایت بکنین. دمتون گرم. سابسکرایب، زنگوله، لایک، کامنت، تولدش رو بهتر کنین. جزء معدود آرتیست های مستقلیه که از اول داره راه خودش رو پیش میره، با هیچ لیبلی کار نمیکنه، نه رادیو جوان، نه فلان و فلان و فلان و فلان، خودش داره تک و تنها میره جلو با حمایت های شما. دمتون گرم. بریم دیگه بشنویم گوز از گوزن علی سارنا. 1 2 3. منم همون تیر شهوت پدر توی هماغوشی با یه کمون سرد. اوه اولش باید چلو کرد. بریم. منم همون تیر شهوت پدر توی هماغوشی با یه کمون سرد، که بعد تصمیم مادرم به سقط به تولد شلیک کمون کردم. اما زندگیم نه تاس شد نه اتفاق، اما زندگیم نه شانس شد نه امتحان، اما زندگیم نه راست شد نه اعتقاد، نه نالیدم به چرخ زمونه برگرد. از کودکیم سوز تیز میرسید وقتی قد منو به زیر میز میرسید، من کف کف خط بودم لیست میرسید، واقع بعد واقع پلیس میرسید. تمایه من همون خزون زرد بود که به امید یه قرون تنگرد شدم دان. من همون خزون زرد بود که به امید یه قرون تنگرق شدم دانش آموز حروم شهر که ازم شکار شدن تموم دفترا. به نام ترس که حسار رو کشید، حسار حسار که دارو کشید، من بی ست گلوله و جبر دبیر که خشاب صفحه چار رو کشید، یه 16 ساله که لحظه خشاب دبیر که خشاب صفحه چار رو کشید، یه 16 ساله که لحظه باشه، این فکر که باس دفاع کنه تا حمله باشه، این فکر که باس بیاره بالا توف کنه ولی نباسه ترس رو زمین سنگ بشاشه. این شد از زندگی فقط دادم رفت و کم کم برگ درخت ها رو یادم رفت، دستا می رفت تو جیب داخل کت، تو سنگر کوچه ها اعتمادم رفت. حق و زد از پشت قبول حق و تق، واسه صاحب زبون لقین، واسه تیره مثل منای شرور هر درد که وزن قبار رو عروس گردن. بی تو داشتین؟ از اون وقتی که شعرش داره غوغا میکنه من اصلا لال شدم، نمیتونم هیچی بگم. بیتش چه میکنه؟ سعید دهقان. منای شرور هر درد که وزن قبار رو عروس گردن، بلوغ بود و نبود قلبم اون روزا، بلوغ بود و تموم دردم اون روزا،
کدوم کوچه رو واس میرفتم، وسط گرد بودم اون روزا، دیدم تب پر و میزنه به پیشونی همه دور هم، میشه زیر هزیون حق چپه کنه شهر، زیر گلوله سیاست با خفه کنه جر، دیدم له شده تن توی من، له شدیم زیر هم همه دور هم، له شدیم زیر سنگر پر سنگ، همه پر جنگ شدیم همه پر جنگ، دیدم هر شاخم محتاج لونه بود، مگه میشد اون زندگی رو تا به خونه برد، تو آغاز جوونی آسمون رو دود، پرسیدم میشه درخت و از آسمون رو بود. این خش صداش داره منو دیوونه میکنه، این خش صداش داره منو دیوونه میکنه و چقدر خوبه. آغاز جوونی آسمون رو دود، پرسیدم میشه درخت و از آسمون رو بود. آزادی فهم بود، نه منفعت نه نان، قتل فقر بود امانت جهل امانت. خیلی قشنگ میگه، میگه آزادی فهم بود نه منفعت نه نان، آزادی فهم بود نه منفعت نه نان، قتل فقر بود امانت جهل امان، از این همه جوونه که گل کرد تو خلع، اما که خوابمون سبک بود افتادیم از جهواره های تاریخ، اما روی صورت و صورتک ساختیم از زمین کدورت با دست های تاریک، ما تو نشیب و عفونتیم، ما روح سرگردون گلوله مرده ایم، تو تابوت خشاب حاشیه زندان، زوال انسان و لاشه طبیعت، لنگ انگشت عقل رو ماشه حقیقت، برای شلیک به سمت سایه، ما محکومیم به قتل جهل آینه، ما محکوم و مجبور آزادی و دردیم، آینه رو بشکن. آزادی فهم بود نه امنیت نه زامن، که بالش گرم قفس باغ وحش را فاز عوض شد، فدا عوض شد، او خیلی خوبه. آزادی فهم بود نه امنیت نه زامن، که بالش گرم قفس باغ وحش راز پروای نره های شیر و شیب تند دامنه های پرواز حادثه ساز عقاب و ساده می کرد به میله های امنیت، قفس رو بشکن با قطعیت صدا، که کل زندگی تکاب سینه است، انتهای زندگی ابتدای بیمه است. قفس رو بشکن با قطعیت صدا، یعنی با صدات قفس رو بشکن، چقدر خوب و یه جورایی داره خودشو میگه دیگه، دمش گرم انصافا، یه جوری میپیچونه که آدم تهش برمیاره میگه چی داداش دمت گرم پشمام. من و تو حجمیم که زمان زاده، اسم و ولش کن اینا قرار داده، از چی میترسی؟ یه زمستون آن به سینه است، انتهای زندگی ابتدای بیم است. من و تو حجمیم که زمان زاده، اسم و ولش کن اینا قرار داده، من و تو حجمیم که زمان زاده، قالب و ولش کن اینا قرار داده. چه خوب اسمو ولش کن، من و تو حجمیم که زمان زاده، اسمو ولش کن اینا قرار داده. خودش میگه اسمو ولش کن، توی تکستش توی سانکلاد نوشته قالب رو ولش کن، قالب جسمو داره میگه دیگه، اسم توی شناسنامه هم داره میگه، جفتش میخوره. بریم. من و تو حجمیم که زمان زاده، اسمو ولش کن اینا قرار داده، از چی میترسی؟ نه ببخش، من یه جدیه رو خوندم، من ورس بعدی رو خوندم. بریم. که زمان زاده، اسمو ولش کن اینا قرار داده، از چی میترسی؟ یه زمستون تاریک بدون نور خورشید، باورش کن زندگی بیرحم و سخته و عدالت دروغه، مثل گوز باش که با شاخ حضورش تفنگو میکنه شکار غرورش، من و تو گوزنیم. آزادی فهم بود نه جنسیت نه زور، زن صدای بلند خطه خراب ماست، امان از این همه زجه نهان، امان از تبار سیاه تازیانه های ما، این مادیان چطور چهار نعل و چهار گوش خون جا گذاشت. آزادی فهم بود، یعنی کل ورساش داره اینو داره میگه، آزادی فهم بود نه این چیزایی که داریم میگیم، جنسیت نیست، چه میدونم زور نیست، این نیست اون نیست، همین که بفهمی یعنی آزادی، از درون باید آزاد باشی. ایول زیانه های ما، این مادیان چطور چهار نعل و چهار گوش خون جا گذاشت، من و تو حجمیم که زمان زاده، قالب و ولش کن اینا قرار داده. تو اوایل جوونی که ساز من طلوع شد، این فکرها تو ذهنم بنای گفتگو شد، فکر نگاه تغییر حرکت حرکت، نگاه تغییر حرکت، این کارگردان گفت صدا نور حرکت. اتفاق بعد تو نگاه من فرو شد، چگونه حمل کنه این قاصدک جنونو، خیلی تو این قسمت سفر میمردن اما
تازه واسه من شروع شد. من رپ میکنم مثل بلدوزر صدا، این یعنی آغاز کل دوره ابتدا. تو انتخاب من انتخاب میکنم تو صحنه زنده باشم، نمرده به استقامت زندم. هنوز همین جرم منه، آزادی تغییر فرم منه. بگو با خشاب پر بزنه که زیر حبس هوای من صرف زنه صدات. منم طعم تلخ زندگی که لب به لب پرم بچه زاقم و کف که تو کف تای شهر تن زاقم و زد. آزادی شعر و بی تو من یعنی انتخاب بین هروین و رپ. بچه جونو به شهر و باش که ایستاده رو سینه تو گروه هر دو پاش. زنده باد عنصر انتخاب، آزادی مرگ بود به انتخاب من نه عمر، آزادی جنگ بود به زنده باد عنصر انتخاب. انتخاب کن. حالا داره میگه آزادی چیه؟ تا الان میگفتش که آزادی چیه؟ آزادی فهمه. الان میگه آزادی مرگ بود. عنصر انتخاب دوستان. آزادی مرگ بود به انتخاب من نه عمر، آزادی جنگ بود به اقتضای حق نه ظلم. هر روزی برسه که کندم بکنه زندگی میندازم اتفاق رفتنم. منم همون تیر شهوت پدر توی هم آغوشی با یک کمون سر که بعدت هست. میگه آزادی مرگ بود به انتخاب من نه عمر، یعنی اینکه من منتظر نمونم که عمرم تمام بشه. آزادی اینه که هر وقت بخوام این توی مثال بعدیش هم یکی زندگی میندازم اتفاق رفتنو، یعنی خودم یه بلایی سر خودم میارم. آزادی دارم. منم همون تیر شهوت پدر توی هم آغوشی با یه کمون سر که بعد تصمیم سخت مادرم به سقف به تولد شلیک کمونه کردم. شاید شلیک جنون شده باشه، شاید زندگیم حروم شده باشه، شاید تموم خاطره هام توی آینده معدوم شده باشه. اما از یه جای من بودم و این انتخاب زنده با جونی که مصدوم شده باشه. من تموم میشم جایی که بیسم، نه جایی که سفر تموم شده باشه. بیت آخرش حجت رو تموم کرد. من تموم میشم جایی که بیستم، نه جایی که سفر تموم شده باشه. یعنی هر جا که دیگه رشد نکنم، هر جایی که چی میگن در جا بذارم، اونجا دیگه من تموم شدم، تمومه. بعد از مدت ها چه چسبید سورنا شنیدن این خش صداش، این تکس فوق العاده‌اش. یعنی واقعا نمیدونم با کی مقایسش بکنم، از شاعرهای بزرگا خیلی خفنه. فقط میتونم بگم خیلی خفنه و دمش گرم. امیدوارم لذت برده باشین. میدونم یکم وقفه زیادی افتاد بین این آلبوم، اما اولش خب گذاشتم یکم استراحت کنیم چون آلبوم پشت آلبوم اومد، آلبوم پشت آلبوم اومد و این فضاهاشون یکم متفاوت بود و نمیشد شاید اونجوری که باید هندلش کرد. خلاصه من گفتم که یه مدت استراحت کنیم. بعدش دیگه تنبلی خودم بود، ولی الان دیگه گفتم که تولد سورناست، به این بهونه بیایم یه حرکتی که راه افتاده، جریانی که از طرف رسانه های رپ فارسی اتفاق افتاده، بیایم یکم منم یه سهم خیلی کوچیکی توش داشته باشم. امیدوارم که از لینک زیر یا لینکی که میذارم توی چنل تلگرام این آهنگا رو گوش کنین، توی سانکلاد استریمشون کنین. برای ما رایگانه، اما در نهایت برای آرتیست یعنی سورنا عزیز باشه یه منفعتی داره، یه درآمد خیلی جزئی داره با توجه به این همه سالی که یعنی سورنا داره رایگان کار میکنه. حالا جدای از این 4-5 سال اخیر که حالا میگیم مثلا یکم فرهنگ فروش داره باب میشه، باز اونم 100% باب نشده هنوز که هنوزه، اما خب جای رشد زیادی داره و الان خیلی به نظرم پیشرفت کرده. من توی یکی از آهنگای همین آلبوم هم گفتم که مقداری که این آلبوم داره استریم میشه توی مثلا سانکلاد خیلی بیشتر از ما بقیه آلبومای علی سورنا، و این داره نشون میده که ما چقدر پیشرفت کردیم، فرهنگش داره به وجود میاد. همین، دمتون گرم، امیدوارم لذت برده باشین. من که خیلی حال کردم واقعا، و واقعا هم نشنیده بودم هیچ کدوم از این آهنگا رو، یعنی آخرین آهنگی که شنیدم همون بود که ریاکشنش رو گذاشتم، لغزش رو درون بود، درون که فکر میکنم اسکیت بود. حالا خیلی چکه، دمتون گرم که تا آخر دیدین. سابسکرایب نکرده، زنگوله نزده،
لایک نکرده و کامنت نذاشته ویدیو رو تک نکنید. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. قربان شما. استر چک.